به نام خدا و باید سلام، خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر کانال جنرال انفو. امیدواریم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. احمد سیدی در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: با درود و سلام، اعلام نتایج ابتدایی انتخابات چه پیامدی را به دنبال خواهد داشت؟ با گفته محمد حنیف دانشیار، یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است تا فردا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری بعد از نزدیک به 3 ماه بدون توجه به 300 هزار رای جنجالی که خواست و پافشاری تیم‌های انتخاباتی به خصوص تیم ثبات و همگرایی بر ابطال آن است اعلام شود. تا هنوز دیدگاه و موقف کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات در مورد آرای مذکور واضح نیست. احتمالاً نتیجه بدون ابطال این آرا معرض قبول تیم‌های انتخاباتی به خصوص تیم ثبات و همگرایی تحت ریاست دکتر عبدالله عبدالله، تیم انتخاباتی آقای حکمتیار، تیم انتخاباتی آقای رحمت الله نبیل واقع نخواهد شد. از سوی هم برخی اعضای تیم ثبات و همگرایی به آرای بازشماری شده 27 ولایت به دیده شک می نگرند و می گویند شمارش آرا در 27 ولایت مجددا صورت گیرد. آیا اعلام نتیجه انتخابات در چنین شرایط بحران انتخاباتی را پیچیده تر و اوضاع کشور را بدتر نخواهند ساخت؟ بله، به احتمال زیاد شاهد اعتراضات گسترده از سوی هواداران این دسته های انتخاباتی در ولایات مختلف خواهیم بود. پس پیش از بزرگتر شدن و پیچیده تر شدن این بحران، نیاز است تا در زمینه توجه لازم صورت گیرد. همچنان آقای سیدی چنین نگاشته است: آینده نامعلوم، صلح و انتخابات در افغانستان. اضافه تر از 77 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می گذارد. طی همین 77 روز در 30 کشور دنیا انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری یا شاروالی ها برگزار شد. با گذشت 24 ساعت نتایج همه انتخابات در کشورهای دیگر به طور شفاف اعلان گردید. اما افغانستان با کمتر از 1,800,000 رای که در صندوق ها در 6 میزان ریخته شده بود، متاسفانه تا هنوز نه حساب معلوم است و نه کتابی. از سوی دیگر اضافه تر از 1 سال است که آقای زلمه خلیلزاد اینجا می رود و گاه آنجا می رود. جنگ ادامه دارد و سر کله از صلح هنوز در پرده از ابهام است. به عقیده من در حال حاضر وضعیت در کشور نسبت به هر زمان دیگری آشفته، گیج کننده و پر آشوب به نظر می رسد. در هر وضعیتی توجیهگران، چاپلوسان و حق بازان بیشماری نیز سبز می شوند. امیدواری و ناامیدی، خوشبینی و بدبینی، سرخوشی، سرخوردگی، شادی و غم را به نفع شخصی خود توجیه می کنند. گاه آدم فکر میکند خوشبینی تنها حماقت زیسته شده در راه آینده برای ما افغانها رقم زده شده. در یک نگاه ساده، دست کم بر اساس 2 روش و فرضیه ساده میتوان برای تحلیل این وضعیت نقطه عزیمت برگزید. در نهایت ما به فرافکنی کشنده و خودسپان سهلنگارانه مواجه هستیم که راه هر گونه فهم و دانایی را قفل می زند. یعنی به جای فهم این وضعیت و بحرانی که ما را در کام خود فرو می برد و سرگیچه من کرده است، دست به فراوگنی های ناامید کننده و کودکانه می زنیم که انگار جز ظهور ابر انسانی دیگر راه حل ممکن وجود ندارد. ما و مسئولین عالی رتبه ما عادت کرده ایم
که در هر کار خارجی ها را ملامت دانسته و توطئه‌گر معرفی کنیم. آیا تقلب در انتخابات ریاست جمهوری توطئه خارجی ها بود یا بی‌کفایتی و خیانت ما؟ آیا انتخابات ریاست جمهوری یک نمایش محض بود؟ این نمایش و توطئه را ما کردیم یا دیگران؟ نه خیر، ما کردیم و مسئولین کمیسیون های انتخاباتی ما کردند. یا اصلا این چیزها از بنیاد اتفاق نیفتاده است؟ بله افتاده است، اما ما نقاب بر رو انداخته همه چیز را نادیده میپندادیم، بلکه ما افسون و دیوانه حاد واقعیت هستیم. حالا مسئولین ما این وضعیت را در کدام سطح تحلیل میکنند؟ مثلا در سطح کوچکتر مثل برگزاری انتخابات و تقلب و مشکلات مربوط به آن، و یا در سطح کم کلانتر مثل آشفتگی و بربادی کل مملکت که هر روز دامنش از خون لکدارتر می شود. در چارچوب رخداد و فرایند گذشته از این واقعیت ها و فاکتورها را طبیعی می بینیم و یا پدیداری. بعد همراه حل چیست؟ روش ارائه رای حل، مطلوبیت رای حل، عقلانی بودن رای حل، علمی و عملی بودن راه حل، از جمله مسائل بحث برانگیز دیگری است که باید مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند. همانطور که در تبیین وضعیت نیز این مسائل را ملاحظه میکنیم، مسئولیت اندیشی سنجشگرایانه باید داشت. پس وضعیتی را که توصیف کردم واقعیتی است که باید در جهت دانستن و بیان آن تلاش بیشتر صورت گیرد. بنابراین پرسش این است که چگونه می شود وضعیت بهتر شود؟ در نهایت تحلیل ما از وضعیت چیست؟ به حاشیه چسبیدن و موارد خاص را بر کلیت تعمیم دادن، انحراف در بحث با وجود می آورد، چیزی که حاد شده و همه به آن تمسک می جویم. براستی چه کسی آمده است در این مملکت که اصلاحات را تیوریزه کرده است و با شکیبایی شناخت و نقد کرده، نه با فرافکنی های خود؟ آنچه که من می دانم از دیر زمان است که بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران امور سیاسی با امید اینکه آمریکا و نماینده آن زلمه خلیزاد در راه مصالحه با طالبان به جای مطلوب میرسد و بالاخره استراتژی آمریکا در آوردن صلح کارساز میگردد و بالاخره طالبان با دولت افغانستان مذاکره میکنند، آتش بس میشود و همه چیز خوب و خوبتر میگردد. اما با گذشت تقریبا اضافه تر از یک سال در راه مصالحه، همه چیز در پرده از ابهام است. متاسفانه زمامداران افغانستان طور شاید و باید در تعیین سرنوشت افغانستان و به خاطر صلح در حاشیه قرار دارند. ایده بر بنیاد حدس و گمان و رماج بالغیب از یک اقدام راهبردی مؤثر، دقیق و آن هم موفق توسط دونالد ترامپ در افغانستان و منطقه صحبت دارد. و ایده هم تنها چشم به خلیلزاد دوختند و ایده دیگری در انتظار لطف و محبت پاکستان هستند. از آنجایی که کشورهای زیادی در یک مسئله افغانستان زینف و دارای اثرند، ایجاب می نماید تا نوع رابطه امریکا با کشورهای جهان منطقه یک جا مورد بحث قرار گیرد. تا کدام حد صلاحیت پیشبرد متوازن و آزاد مصالحه با مخالفین خود را داریم و همزمان مخالفین به چه اندازه بدون پاکستان صلاحیت پذیرش و یا عدم پذیرش را دارند؟ مسئله خود ارادیت در هر دو طرف تا کدام حد موجود است؟ و آیا موجودیت یک مکانیزم معین و شفاف در سیاست دولت در مصالحه با مخالفینش باعث یک نوع بی‌مضمونی و بی‌هدفی در زمینه نگردیده است؟ هیچ پاسخی ساده و عاجل برای هزاران مشکلی که وجود دارد موجود نیست. اما اتخاذ تصامیم مبنی بر مبارزه با فقر، تادیه معاش بهتر به کارمندان که مجری قانون هستند و آنان که خدمات اجتماعی را انجام می دهند، غیر سیاسی کردن اداره های
انفاذ قانون با موضوعگیری شدید در برابر کارمندان متخلف حکومت این مبارزه دشوار موفق خواهد ساخت. تشکر از این که تا این دم با ما تا ویدئوی بعد بدرود.